هفتم اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاری در ولایت سوغد در حدود فرودگاه بین المللی خوجند مجسمه برقد دعای مادر را افتتاح کردند. باید گفت که با اقدام رهبریت فرودگاه بین المللی خوجند در حدود فرودگاه مجسمه دعای مادر به مناسبت 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان و چون رمز اظهار محبت پاک و صمیمی نسبت به مادر، احترام بزرگ و ارج‌گذاری به هستی زن مادر و قدرشناسی مادر تاجیک بنیاد کرده شده در کشور، اولین مجسمه عظیم در نمود دست به دعا برداشتن مادر می باشد. باز آمدم و کوی تو قبله امید که مادر که صحت جا نفسرای تو باز آمدم که بس زنم بر مزار تو که مادر که جا مجسمه دعای مادر با پایه‌اش 13 متر بوده، بلندی مجسمه 6.7 و پایه آن 5.5 متر را تشکیل می‌دهد. حدود باغ دعای مادر با درختان زیبا و نادر، گل و بوته‌های خوشبو، فواره‌ها، چراغ‌های رنگه، گلگشت دلفریب، نشستگاه‌ها، راهروهای صفالک‌پوش، لوحه قهرمانان تاجیکستان، عکس های بازگویی کننده تاریخ رشد و پیشرفت کشور دوام سالهای صاحب استقلالی تحت رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به مکان دلکش و نظرربا تبدیل داده شده است. این موضع جالب محل تماشای مهمانان و سیاحان در فرودگاه محسوب یافته، دعای مادر فتح و کشایش برای هر یک فرد در زندگی و کار و روزگار است. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در سخنرانی های خود از احترام مادر و ارج‌گذاری به زحمت و خدمت های مادران تاجیک یادآور شده، در ستایش و وصف مادر فرمودند: مادر آفرنده حیات، پیوندگر نسل ها، سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان می باشد. همه اعجاز و پرواز، همه ایجاد و بنیاد و همه مردانگی و قهرمانی نتیجه و ثمره زحمت شبانه روزی مادر است. دنیا در دامان بهشتی مادر پرورش می‌یابد و از این رو بشریت همیشه از او سپاسگزار می‌باشد. کسی که از سمین دعای مادر همه طرفه پر استفاده می‌برد، البته آینده درخشان دارد. من به این باوری کامل دارم. جناب عالی همه وقت در حق مردم تاجیکستان خیلی غمخوار هستند. از همین نقطه نظر امروز تاجیکستان عزیز ما به جنت روی زمین مبدل شده است. ما خیلی که میدانیم من امروز همه تنجی، همه حیات خوشرو در تاجیکستان است. بنابراین من باوری کامل دارم که آینده درخشان انمی جوانانی که دعای مادر را میگیرن البته نتیجه های خوب به خود میگیرن. با چشم ما دوباره به دنیا سلام کن مادر، همیشه باش و به بودن دوام کن. بفریست کیمیای نو از گرد دامنت، ما را ز نو بلند و مبارک مقام کن. در کشورهای مغرب می‌بینیم که در تمام کوچه و برزن‌ها خانه‌های پیران و سالمندان هست و مردم والدین بزرگسال خود را می‌برند، آنجا می‌گذارند و رها می‌کنند و فراموش می‌سازند. و اما مناسبت ملت تاجیک به پیوندان خودش
به نیاکان ارجمند خودش، به والدینش، خاصه به مادر عزیز کاملا دیگرگونه است. ما همیشه مادر را در صدرگاه دل می نشانیم و عزیز می داریم و مکرم می شماریم و صحبت های پیشوای ملت نیز یک مکتب عظیم است، یک دبستان و ادبستان بزرگ است که برای نسل جدید آموزه و انگیزه های نیک می دهد. فرهنگ خودآشنایی، فرهنگ مادرداری، مادرنازی، مادرنوازی را تلقین و القا می کند. القا می کند که تاجیکستان این زادگاه و رستگاه جاویدان ما، گاهوار و مزار آخرینی هر نفر اهل ملت و اهل کشور است. از این صحبت هایی که گاه ها به کودکی خود رجوع می کنند و مادر عزیز را در یادها روشن می نمایند، چقدر برداشت های زیاد می کنند مردم که و خاصه نوجوانان که باید مادر را مقدم دارند و در صدرگاه و پیشگاه دل و جان بینشانند. حالا این مجسمه را می بینیم که پیکر تراش نامور ما غفورجان جورزاده مادر را در مقام ارجمند رفیع بسیار قرار دادند و بهشت را زیر پای مادر گذاشتند و مادر را در تخت زرین نشاندند و جایگاه مادر اصلا خیلی بالاتر و مقدمتر از همه این هم هست. یک کار بسیار پرمایه و پرمحتوای را انجام دادند، یادگاره نجیبه را که مادر عزیز فتوای آینده و دعای نیک کشاد و رهایی و خوشی و بهبودی برای اهل جهان، برای اهل وطن، برای اهل ملت می بخشند. از سطوت و زشهرت گر بر فلک زنم سر، نگاید استاد لایق، تعظیم میکنم باز در زیر پای مادر و پیشوای ملت هم با این مقام رفیع و با این مرتبه بسیار ارجمند خود باز هم خود را پیش مادر فرزند کوچک می حسابند و از این همه بزرگی و نکویی و پندار و کردار و اطوار بسیار هم با فضیلت همه ما باید آموزه های برای امروز و فردا داشته باشیم. چون مادر پیشوا بود مادر خلق، این پیکره هم بود چنان پیکر خلق. دستی طلب و دعای او، دستی طلب و دعای او دور مباد، چون شعشعه نور خدا از سر خلق. این ربایه را من بعد از آن که آگاهی اینجا پرده از پیکره مادر بزرگ ملت تاجیک برداشته شد و داهتان گفتم نوشتم و به هنر والای پیکره ساز کارمند شایسته تاجیکستان غفورجان جورایف احسن میگویم که در سیمای این مادر بزرگی یک ملت را، تمدن این ملت را، هستی این ملت را و پیش از همه اخلاق حمیده، دست دعای مادر که عباره بسیار دوست داشته استاد لایق شیرعلی بود استفاده کرده اند. من برابری به تمام مادران تاجیک سعادتمندی، فراوانی روزگار و آینده درخشان را آرزو کردن تمنا دارم که سرور ملت ما، پیشوای معظم ملت نیز عمر جاویدان ببینند. مبارک باد سیمای بزرگ مادر ملت تاجیک. در روی عالم هر یک انسان از مادر تولد می شود و من فکر می کنم که این پیکره‌ای که در اینجا رمز مادر را انعکاس کردم
البته به مورد بود، به موقع است که برای تربیه نسل نوروز، برای انسانیت که از بطن مادر می آید، یا رمزی مادر رو پیکرش رو ساختیم که در اونجا هر یک انسان نوابسته به ملت، به خلقیت، به دین مادر دارد و می خواهد که مادری خود رو بالای کرسی طلاگین شناند و چطوری که در می گویند در عرفیت بیشت در زیر قدوم مادران است و چطوری که در اینجا میبینید منظره های بیشتی تاجیکستان رو انعکاس کرده شده است که در اونجا هم آب آخر است و هم سایه درخت و هم پرنده های بیشتی هستند و در بالای بیشت مادر و فرزند و انسانیت رو دعا کرده ایستادند. بعد افتتاح مجسمه دعای مادر، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با اقدام شخصان وطن دوست بحر آبادی یک گوشه دیار اظهار سپاس کرده، این عمل سازنده آنها را شایسته تحسین خواندند.